سرخط تازه ترین خبرها، ممنوعیت نشر تلویزیون طلوع از سریال های خارجی، حسیب قوای مرکز، برنامه طالبان برای بازگشت رهبران چیست؟ به نام خداوند بخشاینده مهربان، خوش آمدید به یک از دیگر ویدیوهای کانال خبری ون اسمارت. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر ما کانال خبری ما را سابسکرایب نمایید. 8 صبح می نویسد تلویزیون طلوع از نشر سریال های خارجی منع شد. 8 صبح کابل، تلویزیون خلصی طلوع گفته است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست تا این مکتوب این شبکه را از نشر هر گونه سریال خارجی منع کرده است. با گفته شبکه طلوع، بر اساس این مکتوب که روز پنجشنبه 26 صادر شده، شبکه های مربوط به موبی گروپ نشر سریال ها را به گونه موقت متوقف می سازد. طلوع گفته است که اداره استخبارات حکومت سرپرست دوباره متوقف شدن نشر سریال ها از موبی گروپ ضمانت کتبی نیز خواسته است. با این حال تلویزیون طلوع پیشنهاد داده است که باید یک کمیسیون مشترک از رسانه های وزارت اطلاعات فرهنگ تشکیل شود تا ممنوعیت پخش سریال ها به بحث گرفته شود. این شبکه تاکید کرده است که پس از آن فیصله نهایی در مطابقت به عرف دولت از آدرس وزارت اطلاعات فرهنگ به گونه رسمی به رسانه ها ابلاغ شود. گفتنی است که با سقوط حکومت پیشین، رسانه ها با چالش های جدی از جمله وضع محدودیت روبرو هستند. هرچند نهادهای عامی رسانه ها بارها از این کار حکومت سرپرست انتقاد کردند، اما تا کنون موثر نبوده و محدودیت ها به شکل سیستماتیک وضع می شود. این در حالی است که به نقل از صفحات اجتماعی، صفحه منصوب به جبهه مقاومت ملی و عبدالرؤوف شیرزاد هر دو می نویسند: تازه حسیب قوای مرکز به زودی حملات متعی یک برنامه منظم در سراسر شمال افغانستان آغاز می شود. در عین حال خبرگزاری افق می نویسد وضعیت کرزی و عبدالله، نگرانی ها در برای برنامه طالبان برای بازگشت رهبران فراری را افزایش می دهد. برنامه طالبان برای بازگشت رهبران چیست؟ زیرا این نشان می دهد که برنامه رهبران طالبان برای این امر دست کم پایان دادن و بنبست و بحران سیاسی و ایجاد ثبات مبتنی بر مشارکت و مشروعیت ملی دولت نیست، بلکه شاید آنها تنها می خواهند با ترغیب رهبران فراری و بازگشت آنان را مانند کرده و عبدالله زیر نظر قرار دهند. دولت طالبان برای بازگشت چهره سیاسی به کشور یک کمیسیون ویژه تشکیل داد. اداره دولت طالبان روز چهارشنبه 25 اُحد با نشر خبرنامه گفته است که کمیسیون را تحت نام کمیسیون عودت و ارتباط برای برگشت شخصیت های سیاسی به افغانستان ایجاد کرده است. طبق خبرنامه اداره امور دولت طالبان، این کمیسیون تحت عنوان کمیسیون عودت و ارتباط ایجاد شده و آن را مولوی شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم اداره می کند. در مورد فعالیت این کمیسیون اما جزئیات ارائه نشده است. این در حالی است که اشرف غنی رئیس جمهور فراری خواهان برگشت شده و گفته است که من قصد فرار و جلای وطن ندارم، فعلا در امارات هستم تا از خون ریزی جلوگیری شود و در حال مشورت هستم تا دوباره به افغانستان بازگردم. همچنین طالبان در حالی برای بازگشت رهبران فراری کمیسیون تشکیل میدهند که حامد کرزی و عبدالله از آن کردند که قادر به خروج از کشور نیستند و درباره سفرهای خارجیشان محدودیت وجود دارد. وضعیت کرزی و عبدالله نگرانی ها درباره برنامه طالبان برای بازگشت رهبران فراری افزایش می دهد، زیرا این نشان می دهد که برنامه رهبران طالبان برای این امر دست کم پایان دادن و بنبست و بحران سیاسی و ایجاد ثبات مبتنی بر مشارکت و مشروعیت ملی دولت نیست، بلکه شاید آنها تنها می خواهند با ترغیب رهبران فراری و بازگشت آنان را مانند کرده و عبدالله زیر نظر قرار دهند و به این ترتیب هر گونه خطر و تهدید احتمالی ناشی از تلاش های توطئه آمیز این افراد برای ایجاد بحران و ناامنی و بی‌ثباتی به اثر سازند.
نکته دیگری که به این نگرانی دامن میزند تردید درباره پایبندی و تعهد صادقان طالبان به فرمان عفو عمومی رهبر مذهبیشان است. ملا هیبت الله آخوندزاده در نخست روزهای سقوط کابل فرمان عفو عمومی صادر کرد که بر بنیاد آن همه کسانی که در دولت سابق نقش ایفا کردند کاملا مسئول هستند و هیچ تهدید متوجه آنان نخواهد شد. اما پس از آن و علیرغم صدور این فرمان، گزارش ها و مستندات فراوانی درباره کشتار، بازداشت، ربودن، شکنجه، سرکوب و باجگیری از نظامیان و مقام های دولت پیشین از سوی نیروهای طالبان ارائه شده که ثابت میکند با این فرمان واقعی و صادقانه نبوده و یا رهبران قادر به کنترل زیر دستانشان نیست و تصمیم گیری در این موارد خارج از اداره و اراده او صورت میگیرد. نکته دیگری که به تردید و احراز درباره برنامه طالبان برای بازگشت رهبران فراری دامن میزند این است که طالبان در روزهای اخیر شماری از چهره‌های غیر پشتون عضو خود را از ولایت‌های مختلف در کابل جمع کرده و با اعطای سمت‌های سمبولیک با آنان در مرکز تلاش کرده تا آنها را به نحوه زیر نظر قرار دهند و از تحرکات مرکز گریزانه احتمالیشان در ولایت جلوگیری کنند. این گلگو پیش از این درباره فرماندهان ازبک تبار طالبان از جمله صلاح الدین ایوبی و مخدوم عالم اجرا شد که به اعتراضات و درگیری های خونین ازبک ها در فاریاب نیز انجامید. اما اعتراضات به سرعت سرکوب شد و مخدوم عالم همچنان از کابل در بازداشت است. پس از آن ولی طالبان برای تخار و معاون اون نیز به سرنوشت مشابه دچار شد و بعد از ماها تحت نظر بودند، در نهایت پس از خلصلا شدند برکنار و به عنوان معاون وزارت فایده عامه طالبان در کابل گماشته شد. با این حساب آیا برنامه طالبان از تشکیل کمیسیون برای عودت و ارتباط با رهبران فراری، کشاندن آنها به داخل کشور و منظور تحت نظر گرفتنشان نیست؟ با تشکر که تا آخرین ویدیو همراهی من بودید، منتظر پیشنهادات و انتقادات سالم شما هستیم. امید داریم تا ویدیوهای ما رو تماشا نموده لایک، کامنت و سابسکرایب نمایید تا ما بتوانیم بهترین ویدیوها از مهمترین واقعات روز را برای شما به نشر برسانیم. تا ویدیوی دیگر، بدرود. الله متعال حافظ و نگهدار شما باشد.